تصوری که همه از رقص قونیه دارن اینه که همون شکل کلاسیکی که اونجا در رقص خود قونیه مشاهده میکنن اونجا دیده میشه. اون یک رقص ساختگی است، یک رقص تمرینی است، یک رقصی است که اونها با هم مدت‌های مدید تمرین میکنن، اونجا میرن توی یک خلسه شرطی شدنی براشون پیش آوردن، همشون با یک ریتم و ساعت مشخصی با همدیگه اونجا اون رقص رو میکنن. اگر ساعت‌ها و ساعت‌ها ادامه پیدا بکنه یک کسی نه یه ذره جلو میفته نه یک ذره عقب میفته، و توی این خلسه با هم ساعت رو دارن. هنره یا نقطه مثلا مهم اون رقص همین قضیهشه. ولی کسانی که اونجا صحبت کردن با اون افراد که شما اتصال ارتباط چی دریافت میکنید فلان، خبری توی این مسائل نیست. حتی یکی از دوستان تبریز به من گفتن که یکی از فامیلامون 30 سال اونجا توی این دسته هستن، از دوستان شما به اصطلاح تبریزمون این مطلب رو گفتن که سوال کردیم ازشون، گفتن نه من چیزی دریافتی نداریم از خود این قضیه، فقط این کار رو در واقع انجام میده. برداشت افراد اینه که الان همه باید اون فرم باشن، در حالی که اصلا اینطور نیست. شروع اینجوری هست، یعنی ما یه دستمونو از حالا به بعدش هر کسی مختص به خودشه، مثل اثر انگشته، و اگر رها باشه اونو به یه شکلی در میارن بیرون که کسی دیگه مثل اون نیست و مختص به خودشه. این تصور ما از اونجا تصور درستی نیست. هر دفعه دوباره یه مطلب جالب اینجاست که یه مطلب جالب دیگه این که هر بار دوباره ممکنه تغییری بده، چیزای پیش بیاد. این نیست که یه فرم هم تازه مدت و ادامه پیدا بکنه. بنابراین ما فقط اونجا کاری که انجام میدیم، ما بی‌ذهن. حالا البته این اسم گذاری صرفاً و صرفاً و صرفاً به خاطر یه شباهتی توی یه بخشش از نظر ظاهر با اونجا داشته و ما حدس میزنیم که اون چیزی رو که در ماجرای قونیه و توی اون در رابطه با مولانا پیش اومده این بوده. یعنی ما دقیقاً که نگفتن به ما چی پیدا کردیم، که ما نمیدونیم، فقط اون چیزی رو که خودمون دریافت کردیم با این ظواهر تطبیق دادیم، حدس میزنیم اینی که میگه چرخ از بحر ماست در گردش، این سبب همچو چرخ گردانیم. تو چه دانی که ما چه مرغانیم، هر نفس زیر لب چه میخوانیم. توجه میکنید ما کلا از کلیات قضیه حدس میزنیم که اصل ماجرا یه چیزی اینجوری دریافت کرده، بعدیا دیگه تقلید کردن و بعد یواش یواش مثل هم شدن و بعد اومده تا اینجا. بله، اما یه مطلبی هست، وقتی یک مجموعه کاری رو ما روش چیز نداریم و دارن اینو روی ما پیاده میکنند، دقت میکنید اینو روی ما پیاده میکنند، حتما یک قضایایی هست که ما مسلما نمیدونیم متوجه این قضیه بشیم که چیه، و هر اظهار نظری که میکنیم صرفا رو بحث ظاهر میخوایم اظهار نظر بکنیم که خب اونم چیزی معلوم نیست، چیزی مشخص نیست.